بنام خداوند بخشاینده و بخشایشگر سلام بینید های عزیز حلا خوب و برنامه بیبینه با پس هر کجایی که هستین زندگی خوب خوش را داشته باشین امروز هم دوست های عزیز غذایی بسیار خوب خوشمزه در برنامه داریم پس همراهی شما رو هستیم البته این غذا هم بخواست شما عزیزا است که ما امروز در برنامه گرفتیم تا پایین برنامه به دقت کامل برنامه رو ببینید. باشین و لذت ببرین از برنامه امروز. همونطور که ما لذت میبریم دوستان عزیز، از اینکه شما تماشا میکنین شما هم از برنامه ما لذت ببرین امروز میخوایم بر شما یک کچالوی سخاریدار آماده کنم که به نام هش براون یعنی به نام انگلیسیش است ولی به نام افغانی ما میگیم که دو عزیز کچالوی سخاریدار پس همراه شما رو خواهان هستیم مواد لازم رو به معرفی میگیریم سیادت کچالوی جوشانده دوست عزیز آرد سخاری که یکم درشتر است یا به شکل ثابت تر از دوست عزیز مقدار لازم نمک مقدار لازم زرچوبه یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق تخم مرغ دو عدد و پودر سیر همچنان دوست عزیز به مقدار نیم قاشق استفاده می کنیم مرچ سرخ یک قاشق مرچ سیاه به مقدار لازم هارد همچنان به مقدار لازم مواد است که در غذای امروز ما استفاده می کنیم خب دوسا در ابتدا کچالوها را که جوش دادیم می خواهیم پوستشان بکنیم و بعد از او می خواهیم که تراشکش کنیم کچالو باید کاملا پخته باید باشه دوسا. چرا که ما فقط زمانی که ایره بالای روغن سرخ میکنیم میخواییم امو با تخم و آرد و یا آرد سخاری که میزنیم میشه کاملا باید او باید پخته شوه و مغز کچالو دیگه باید یعنی از قبل کچالو باید پخته باشه خب راجی به ویتامین های کچالو دوست عزیز شما هاگایی دارین و ما همچنان آگاهی زیادتر دادیم کچالو که چالو که سرشار از نشایسته و یا کربوهیدرات هستک، شما میتونید از این غذاهای بسیار خوب و خوشمزه آماده کنید در قسمت رشد نموی اطفال و ساخت ساز استخوانایشان بسیار مفید مفید است و کسایی که تکلیف دیابت دارن نمی‌تونن از کچالو استفاده بکنن به خاطر که نشایسته فوق نشایسته نشایسته کچالو نافته است دوستا خب کچالو را هم دوستای عزیز دیدین که آیستا آیستا یه پوست کردن شام خلاص شد و نگه فقط حال میخواییم که رندیش بکنیم خب کچولو پوست کردنش دوستای عزیز تمام شد حال یک ظرف کم کلانتر را میگیریم و کچالو را به می شکل دوست عزیز تراشک میکنیم پخته کردن و یا آماده کردن کچالوی سخاری دوست عزیز بسیار ساده است و خیلی خوشمزه شما میتونین به روزایی که مهمونی هم می داشته باشین استفاده بکنین یعنی آماده بکنین دوستا و همچنان میتونین به جای چپس این و کچالو را آماده کنین و تمام هزای خانواده را خوشنود بسازین البته با آماده کردن همچون غذای که امروز ما در برنامه آماده میکنم خب دوستا گفتیم کچالو کاملا باید پخته باید باشه کی را باید دقت بکنین خب شما میتونین دوستا یک چیز دیگرم باید یاد هم باید یادآور شوم که پیاز هم به شکل نگین نگین کنین امرای کچالو آماده کردن یعنی در مکس بکنین گت بکنین تا که مزیش خوبتر شوه میتونین ولی ما استفاده نکردم از سیر تازه هم میتونین از مرچ تازه هم میتونین استفاده کنین ولی ما از مرچ سرخ کوبیده شده دوست عزیز میخوایم استفاده بکنم چون مزیش خوبتر میسازه و شما اگر دوست ندارین حسینه و مرچ یاد دسترس خود ندارین این دوستا شما میتونید از مرچ تازه هم استفاده بکنین خب استفاده از در چوبه عزیز هم رنگ کچولوار تغییر میته و همچنان مزیش خوبتر میسازه از این لحاظ از در چوبه استفاده میکنیم تخم گشنیز همچنان هر کدامش یعنی که با مو نوبی خود دوست عزیز تست زایقی خوب رو برای غذای ما میته خب کچالو هم دوست عزیز یعنی که تراشک شد و ما هم خب پودر سیر دوست عزیز اضافه میکنیم مرچ کوبیده شده را استفاده میکنیم دخمه گشنیز دوستا زرچوبه مرچ سیاه مقدار که نیاز داریم دوستای عزیز استفاده میکنیم همچنان نمک دوستای عزیز مقدار لازم خب تمام موادار دوستای عزیز با هم مکس میکنیم با دست خود که خوب کاملا مساله با کچالو خوب مکس شوه و مزی بسیار خوب رابطه نیاز نیست که تخم در بینش پرتیم به خاطر که تخم ما بر رویش دوست عزیز میگیریم که زمانی که با آرد میزنیم می و بعدا با تخم مرغ و بعد از او با آرد سخاری و داخل روغن سرخش میکنیم خب فقط تا هی اندازه دوست عزیز شما به یعنی فکر کنین بر بولانی یا یعنی مواد بولانی که چالو آماده کردین ولی بعد از اوش دوست عزیز باز یعنی تغییر میکنه دیگه را که استفاده میکنیم و ای کچالو را گفتیم به نام هش براون پتاتو دو عزیز سیاد میکنن و فقط در افغانستان ما میتونیم بگوییمش کچالوی سخوریدار دو عزیز و قسمی که گفتیم شما میتونید از گشنیز تازه استفاده بکنین از کچالو از نشپی استفاده بکنین پیاز ثابت استفاده بکنین و همچنان میتونین از مرچ تازه هم استفاده بکنید. خب کاملا دو ببینید که کچالو چستناکی خود پیدا کرده ما اصلا از روغن هم استفاده نکردیم ببینید کچالو را هر رقم که بخوایید دو سایزیس شما ایره آماده کرده میتونین ولی ما ایره به شکل کوفته ها دو سایزیس یعنی به شکل گرد گرد آماده میکنیم خب حیزای دل فقط چند لحظه دیگه هم دو این را میخوایم مکس بکنیم تا زمانی که آماده میشه ولی قبل از یک وقفه داریم و پس از وقفه همراهی شما رو خواهان هستیم با ما باشیم مواد لازم کچالوی سخاری کچلو سه عدد تخم مرغ دو بیزه پودر سیر نیم قاشق زرد چوبه یک قاشق مرچ سرخ یک قاشق تخم گشنیز نیز یک قاشق آرد گندم به مقدار لازم آرد سخاری به مقدار لازم مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم به برنامه خوش آمدین دوست عزیز کچالو هم آماده شد و ما هم یک کرایی را بالای حرارت ماندیم و یک مقدار روغن اضافه میکنیم روغنش البته مقدارش یک اندازه زیادتر باشه تا خوبتر بتونیم کچالوها را داخلش سرخ بکنیم خب به این اندازه روغن انداختیم دوستا فقط دو عدد تخم مرغ خب اگر میشه مواد زیاد باشه با تخم دیگه دوست عزیز یعنی نیاز پیدا کردین شما میتونین که تخم استفاده بکنین یک مقدار نمک هم دوستای عزیز داخل تخم ما اندازیم و تخم را خوب با هم مکس میکنیم زردی و سفیدی شد عزیز آماده کردنش خیلی ساده است دوستان عزیز ولی یک غذای بسیار خوشمزه است واقعا یک بار شما هم امتحان بکنین آمادهش بکنین مطمئن هستم که خوشتان می از این غذا هم لذت میبره خب تخما هم آماده شد دوستان آرده داخل یک ظرف کمی بزرگتر اضافه میکنیم تا بتانیم خوبتر ما استفادهش بکنیم و هارد سخاری را هم دوستای عزیز نزدیک دست خود قرار میتیم خب از کچالوی که ما خمیرش یعنی خمیر مشت کردیم دوستا یعنی به شکل خمیر آماده کردیمش میشه به این شکل دوستای عزیز حوال به شکل کلوله آمادهش میکنیم بعد از او دو دوست عزیز کمکه که هوارش میسازیم به این شکل هندازیش و دیگه تعلق به خودتون داره که به چی اندازه آماده میکنین فقط با دو سایزیس یک کمه که تماس میتیم شه به این شکل بعدا با تخم مرغ بعد از او با آرد سخاری با یک دستتان دو سایزیس فقط با آرد سخاری میخواین تماس بتین شه و یکیان با دستتان به حساب تخمی که کچولو فقط به این شکل دو سای داخل روغن اضافهش میکنیم و, و کچولوی بعدی را میگیریم فقط ما گفتیم تخم یا آردی که میزنیم تماس میتی میشه میخواییم که اونمو پخته شود دیگه کچولو کاملا پخته است دوستان نیاز به زیاد پخته شدن هم نداره فقط همی که یکم رنگ خود ایواز کنه دیگه فقط آماده است دوستان خب آردس خاری درست که دوست عزیز شما اگر به دسترس خود ندارین شما میتونین نان توست و یا همچون نان قاق فقطی را جوکوی کنین دوستا یکم ثابت باشه کاملا به شکل پودر نباشه که دو رقم آردس خاری داریم یک رقمش به شکل ثابت است که البته به این شکلش بسیار خوبش میاد شکل بسیار خوب را غذا می داشته باشه و یک رقم دیگه شما به شکل پودر است که ما میتونیم از سو کبابای سخاری دار آماده بکنیم از این لحاظ شما میتونین این یکم درشتر است شما نان هم دوست عزیز گرچه خود از یام نان قاغ است و میتونین که آماده بکنین و استفاده بکنین خب یک عدد دیگر هم دوست عزیز اضافه کنیم و بعدا باز متوجه صرف شدن کچولوای سخاریدار میشیم بسیار ساده زمانی که ایره به شکل کوفته ها آماده میکنیم اول به آرد بعدا با تخم مرغ و بعد از او با آرد سخاری ایره خوب دوست عزیز اخته میکنیم تا که یک اندازه مواد به خود بگیره و یعنی که بله به این شکل دوست ها خب چهار عدد دوست های عزیز آماده کردیم و داخل روغن اضافهش کردیم تا که خوبتر آماده شوه زمانی که هایستا هایستا دوست عزیز ای خود محکم میکنه یا سرخ میشه بر روی روغن میاد باز همیست که دیگه هایستا هایستا سرخ شده میره و و غذای ما آماده میشه خب یک بشقابه دوست عزیز اینجا قرار میتیم به خاطر از اینکه زمانی که, که سرخ شده رفت داخل بشقاب باید بکشیم ولی می خواهیم که دوستا روی بشقاب هم یک کاغذ باید بگیریم تا که روغنش خوبتر جذب بکنه بله کسایی که زیادتر نمیخواین بزن بگیرن یا چاق شوند می از دوستای عزیز از کاغذ بخاطره خاطر یاست. تو شیپی پر دوست عزیز میتونین استفاده بکنین بخاطر از اینکه روغنش رو جذب کنن کاملا های هایست دوست عزیز ببینین که رنگ خود دو عددش کمی گشتانده یعنی حسلی کم رنگ به خود گرفته و ما اجازه میتیم کمی دیگام سرخ شوه بعد از او باز میکشه میشه و با شما میتونین با کیچپ بسیار مزدار دوست عزیز ایره جان بکنین و ببینین که اصلا کچولو از هم نپوشیده. و یعنی امی تخم و آردو یا آرد سخاری دوست عزیز کار خدا کرده یعنی اجازه نداده که کاملا کچولو از هم بپاشه یا در زمان سرخ شدن از هم بریزه دوست عزیز از این لحاظ شما میتونین که به می شکل دوستا یک کچولوی سخاریدار بسیار مزدار دوست عزیز آماده بکنید خوبیش دیگه اساسا شکل بسیار خوب داره. یعنی شما میتونین به سلات خود مزین بسازین، تزین بکنین سالات خود با همی هش براون یا کچولیس خریدار که آماده میکنیم ام کنیم بدون اسو شما میتونین با کباب که آماده کنین دوستا در پولیش به ایواز چپس یعنی از این و کچولو آماده کنین مطمئن هستم که مهمانایتان هم متعجب میشه و هم خوش میسازین و همچنان زینت زیب می میباشد خب دوست عزیز فقط به می شکل رنگ را که به خود گرفت دیگه کاملا دوست عزیز های ما آماده است تا زمانی که به می شکل همه گیش آماده می کنم دوستا میان برنامه کوتاه داریم و در هدامی برنامه هم همراهی شما حزیز داره خواهان است مواد لازم کچولوی سخاری کچالو سه عدد دخم مرغ دو وزه. پودر سیر نیم قاشق زرد چوبه یک قاشق مرچ سرخ یک قاشق تخم نیز یک قاشق آرد گندم به مقدار لازم آرد سخاری به مقدار لازم مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم خب سپاسگزارم از همراهی شما عزیزا که تایدم با ما همراه بودین دوستا خدا کنه که کچالوی کچولوی سخاری داره که ما آماده کردم خوش شما آماده باشه دوستا به نظر من بسیار شکل خوب را گرفته و مطمئن هستم که لحظه هم شما را خوشتان آمده دیگه دهن آب پر از آب میشه دوست عزیز برای جای خالی خب به صورت شما هم آماده کنین دوستا با... یعنی بخورین لذت ببرین به این شکل خوب است خب ما هم دوستا میخوایم یک چند عدد شب به حساب مشقاب تزین بکنیم خب از موادی که استفاده کردیم دوست عزیز من مطمئن هستم که در شما قرار داره و تاریخی جور کردن آرد سخاری را هم دوست عزیز برای شما گفتم که شما میتونین از نان قاق میتونین که استفاده خوب بکنین همون فقط به شکل جوکود بکنین دوست عزیز و استفاده بکنین خب غذای ما دوست عزیز آماده است دیگه فقط بله یک عدد دیگه مانده داخل روغن ایره هم دو عزیز آماده است میکشیم و و کار ما تمام است حرارت هم خاموش میکنیم ما هم دست کشوار بکشم و دستای خدا یک بار آبکش میکنیم زنده و سلامت باشین که تا ایدم با ما همراه بودین و و برنامه رو به دقت کامل دو عزیز دیده اینا و کچالو دوست عزیز حتما با چتنی یا ساس یا کیچپ خورده میشه دوست عزیز پس شما هم باید آمادگی داشته باشین اگر شما همچون غذای را آماده کردین باید یک چکنی هم دوست عزیز همراهش آماده بکنین خب پیامایی که دوستاب ام، یعنی از یک غذا فرمایش شده بودن دوست عزیز نامایشان رو به خانش میگیرم رخصار جان از تایمانی نگفته که از کدام سرکش زمن از زم که سلام گفتن بسیار تعریف توصیف هم از برنامه کردن زنده و سلامت باشین و از، از گفته که کچولویس خاریدار بر ما آماده کنین که خوشبختانه امروز در برنامه داشتیم خدا کنه بیننده باشن برنامه را و همچنان خواهر دیگه ما علینا جان از اسه حوال خیرخانه سلام گفته به خودم و در زن کچولوی خاریدار اینا خواسته بودن که ما هم ساختیم در برنامه خدا کنه ببینن یعنی آماده کردیم و برادر بسیار خوب ما رسول جان از شاشهید پیام مانده بودن گفتن که هش براون برای ما آماده کنین که خودمی کچولی که آماده کردیم به نام هش براون یا کچولی سخاریداری که ما و شما دوست عزیز بگوییم آماده کردیم خدا کنه خوشتان آماده باشه و همچنان رسول جلب صاحب تعریف کردن از برنامه گفته برنامه شما را همیشه بینم ولی یگان روز از پیش شما برنامه شما میره دیگه خب بر صورتش بازم تشکری میکنم دوست عزیز و یک طریقی میخوایم یک بار دیگه هم دو عزیز طریقی آماده کردن کچالوی سخاری داره بر شما بگوییم که سیادت کچالوی جوشانده داشتیم دو عزیز هارد سخاری به مقدار لازم هارد ترمیده همچنان به مقدار لازم پودر سیر نیم قاشق تخمی یک قاشق مرچ سیا و نمک مرچ سیا و نمک به مقدار لازم دو عزیز مرچ سرخ همچنان یک قاشق از کوبیدگیش مرچ سرخ بود استفاده کردیم و کچالو را که تراشک کردیم مواد را بالاش اضافه کردیم خوب با هم مخلوطش کردیم و بعد از او دو عدد تخم مرغ دوست عزیز داخل یک ظرف جداگانه کم نمک استفاده کردیم خوب با هم مخلوط کردیم کچالوهای آماده شده را البته به شکل کوفته ها آماده کردیم داخل آرد ترمیده زدیم اول بعدا داخل تخم مرغ که دو تا دو تخم مرغ خوب با هم مخلوط کرده بودیم بعد از او داخل آرد سخاری دو سه عزیز آرد که یکم که به شکل ثابت بود کچلوایی که, که بعد تخم زدیم بعدا با آرد سخاری و یک مقدار روغن زیادتر داخل یک کرایی اضافه کردیم و در حرارت بسیار کم دو سایزیز. به شکل یا به رنگ رو که به خود گرفت خوش کردیم و و بعد از او شما میتونین با یک ساس بسیار مزدار یا کیچپ دوست عزیز نوش جان بکنین غذای بسیار ساده است طریقش ولی بسیار خوشمزه است واقعا اگر شما ایرا آماده کنین قسمی که پیشتر گفتم دوست عزیز مطمئن هستم خوشتان می اصلا دیگه هیچ سراغ چپس نمیرین که چپس آماده بکنین یعنی تمام که رو شاید به این شکل آماده بکنید و شما میتونید دوست عزیز زمانی که بعد اطفال خود ایره آماده کردین از مرچ صرف نظر بکنید به خاطر که اونا ندارن متوانمندی غذای تنده از این لحاظ مرچ شوسو کنین و بتین که نوش جان بکنه و یک چیز دیگر رو با هم باز هم میخوایم یادآور شوم دوستا که کسایی که دو چهار تکلیف دیابت هستن نمیتونن به هیچ وجه از غذا استفاده بکنن چون غذای ما آماده شده از کچالو است و و در ضمنش در روغن سرخ شده پس مزرعت میخواییم دیگه قدم اول بر اونا شفا میخواییم خب دوست عزیز اگر برنامه ما را دیدین خوشتان آمد منتظر کومنت و لایک شما دوست عزیز در فیسبوک برنامه هسته و یا همچنان میتونین با شما تلفن 0707 59 59 تماس بگیرین و ما در خدمت شما عزیزا هسته خب زمانی که دوست عزیز شما تماس میگیرین موقعیت خوب اختیار بکنین صدای شما رو داشته باشیم و فرمایشات شما که ف... می داشته باشیم منتظر بمانین به اساس نوبت دوست عزیز از اینکه فرمایشات زیاد است مغزای شما را آماده میکنم حتما بیننده باشین و همیشه برنامه ما را ببینیم یا بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم تا برنامه دیگه خدا نگهدار